در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا، استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری این کشور، سیاست‌های دولت ترامپ برای تشدید تحریم‌ها علیه رژیم ایران را تشریح کرد. نماینده کنگره بار: در رابطه با ایران، آیا دولت طبق زمانبندی برای اعمال مجدد کامل تحریم‌ها تا مهلت نوامبر پیش می‌رود؟ و چه نقشی شما برای کنگره در اعمال تحریم‌ها در رابطه با سیاست جدید در قبال ایران قائل هستید؟ استیون منوچین، وزیر خزانه داری: ما حداکثر تحریم‌ها را روی رژیم ایران اعمال می‌کنیم. این تحریم‌ها بسیار مؤثر بوده است. من صحبت‌های زیادی با متناظرین خودم در اروپا داشتم. ما انتظار التزام به تحریم‌ها را داریم و آن را بسیار روشن ساخته‌ایم. و بسیاری شرکت‌های اروپایی هم اکنون این کار را کرده اند. نماینده لینچ: Obviously as a result of the president's withdrawal from the JCPOA we're going to have to well you're going to have to reinstitute sanctions against those. به واسطه خروج رئیس جمهور از برجام، شما باید مجدداً تحریم‌ها را علیه آن شرکت‌ها، بانک‌ها، کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند اعمال کنید. این شامل برخی از نزدیکترین متحدان و شرکای امنیت ملی ما می باشد و کشورهایی که دیگر امضا کنندگان آن توافق بودند، من جمله انگلیس، آلمان، فرانسه، اتحادیه اروپا، روسیه و چین. در اوایل شهادتتان شما گفتید که گفتگوهای زیادی با چین دارید. آیا چین ممنوعیت واردات نفت از ایران را دوباره از سر خواهد گرفت؟ آنها بزرگترین خریدار نفت ایران در حال حاضر هستند. آیا آنها موافقت کرده اند که به تحریم های ما بپیوندند؟ چنانچه بزرگترین خریدار نفت ایران بخشی از این معامله نباشد، در این صورت این تحریم ها بی معنی هستند. استیون منوچین: going to say is I think it would be inappropriate for me to comment on specifics of a conversation, but what I will tell you, it is our intent to enforce sanctions on Iran related oil. چیزی که می‌خواستم بگویم این است که برای من نامناسب خواهد بود که در مورد جزئیات گفتگوها صحبت کنم، اما آنچه به شما می‌گویم این است که قصد ما این است که تحریم‌ها علیه نفت ایران را روی همه اعمال کنیم و این شامل چین نیز می‌شود. لینچ: ما وسط یک جنگ تجاری با چین هستیم. سوال من از شما این است که آیا آنها به ما خواهند پیوست؟ منوچین: دوباره میگویم که ما قصد داریم که تحریم ها را علیه آنها، علیه روسیه، علیه اروپا و دیگران در رابطه با نفت ایران اعمال کنیم. نماینده پلیچین: من لایحه‌ای را به کنگره به نام قانون شفافیت رهبری ایران HR 1638 ارائه کردم و 6 ماه پیش که شما اینجا بودید ما در مورد آن کمی صحبت کردیم. این لایحه خیلی ساده از وزارت خزانه داری آمریکا می‌خواهد که در سایت خود به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی و 3 زبانی که در ایران استفاده می‌شود اطلاعات بگذارد تا اطمینان حاصل کند که جهان و مردم ایران بتوانند مشاهده کنند که چه ثروتی 70-80 سران سیاسی و نظامی ایران گرد آورده اند تا مردم ایران ببینند که چگونه برای منافع این ملاها که فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهند غارت شدند. آیا ما با هم توافق داریم که شفافیت بیشتر خوب و بهتر است؟ منوچین: من از شفافیت کامل حمایت می‌کنم، اما تا جایی که به جزئیات و منتشر کردن برمی‌گردد می‌خواهم با گروه خودم در مورد آن صحبت و بعد با شما سر آن صحبت کنم. نماینده روزفوس: حالا که آمریکا از توافق اتمی خارج شده است، امکان بکارگیری تحریم‌های بیشتر برای تغییر رفتار خصمانه دولت ایران را داریم. دولت چگونه قصد دارد از تحریم‌های بیشتر برای رسیدن به نتایجی که مطلوب است استفاده کند؟ استیون منوچین:
ما تمامی تحریم‌های توافق اتمی ایران را باز خواهیم گرداند و ما به اعمال تحریم‌های غیر اتمی ادامه خواهیم داد، همچنان که در گذشته چنین کرده‌ایم.